عملبندمون رو از حافظه دریافت کردیم. خب در کامپیوتر پایه یک تعداد ثبات وجود دارد که در واقع با استفاده از این ثبات ها تمام عملیات در کامپیوتر پایه قابل انجام هست. اولین ثبات، ثبات دیتا رجیستره، نگهداری عملبند حافظه است. خب چون حافظه‌ای که در کامپیوتر پایه در نظر گرفته شده هر خونش 16 بیت است، پس ثبات دیتا رجیستر هم باید 16 بیتی باشد. ثبات بعدی ثبات AR یا ادرس رجیستر هست. خب چون آدرس های حافظه در کامپیوتر پایه هر آدرسمون 12 بیتی هست، چون 2 به توان 12 تا خونه داریم، پس می‌گیم ثبات ادرس رجیسترمون هم 12 بیتیه. ثبات بعدی ثبات انباره یا آکومولاتور هست. ثبات از نوع داده است، از نوع دیتاست، چون میخواد چیکار کنه؟ اگه همونطور که دیدید مثلا برای عمل جمع اومدیم ازش استفاده کردیم، یک طرف محاسبه اون بود. خب چون ثبات دیتا هست 16 بیتی مثل دیتا رجیستر. ثبات بعدی ثبات IR یا اینستراکشن رجیستر هست. این هم چون یک خونه کامل از حافظه رو برامون نگه میداره میگیم 16 بیتیه. ثبات بعدی که آدرس برنامه رو نگه میداره، یعنی هر خط از برنامه که میخواد اجرا بشه آدرسش در ثبات PC یا پروگرام کانتر قرار میگیره، از نوع آدرسه، پس 12 بیتیه. ثبات بعدی که برای نگهداری داده های موقت ازش استفاده میشه که TR هست یا ثبات موقت که 16 بیتیه. و دو تا ثبات دیگه هم وجود داره که برای نگهداری کاراکترهای ورودی و خروجی ازشون استفاده میشه، اینپوت رجیستر و آوتپوت رجیستر که 8 بیتی هستن. این همشن ثبات های کامپیوتر پایه. یک مثال داریم، میگه یک کامپیوتر دارای حافظه 16384 در 16 است. اگر هر دستور در 2 خانه متوالی حافظه باشد، اندازه ثبات‌های AR, DR, AC, PC و IR را بیابید. خب اولا برای آدرس دهی 16384 تا خونه ما به چند بیت نیاز داریم؟ خب ببینید 16384 این برابر میشه با 16 در 1024 که برابر میشه با 2 به توان 4 در 2 به توان 10، برابر است با 2 به توان 14. خب یعنی بخش آدرس دستورامون همیشه 14 بیتیه، بخش آدرسش 14 بیتی هست. پس اینجا میتونم بگم که آدرس رجیسترمون میشه 14 بیت. ثبات AR 14 بیت. خب دیتا رجیستر در واقع برای نگه داشتن داده هایی است که حالا عملوند هست. حالا فرض میکنیم که هر عملوند هم یک خونه از حافظه باشه، پس بگیم دیتا رجیسترمون برابر با 16 بیت میشه. آکومولاتور هم که دقیقا مثل دیتا رجیستر ثبات یک برای نگه داشتن دیتا ازش استفاده میشه، پس این هم میشه 16 بیتی. بعد پروگرام کانتر ثبات آدرس هست، پس میگیم مثل آدرس رجیستره، پس میگم پروگرام کانتر هم برابر میشه با 14 بیت. بعد ثبات IR هست، اینستراکشن رجیستر. خب ثبات IR چون میخواد در واقع دستورالعمل رو نگه داره 2 خونه متوالی از حافظه میشه، میشه 32 بیت. به این شکل من میتونم بیام و این مسئله رو حل کنم و تعداد بیت های هر کدوم این ثبات ها رو مشخص کنم. خب برای ارتباط بین ثبات ها یک گذرگاه مشترک وجود دارد که حالا از طریق این گذرگاه مشترک میتونیم تبادل اطلاعات بین ثبات